Merhaba. Afgan Türk Maarif Okulları tarafından hazırlanan 15 dakikada Türkçe programına hoş geldiniz. Selam, ben Sohaib Gaffari. Bugün bu programda Türkçeyi en hızlı, en kolay ve en eğlenceli şekilde öğrenmeye devam edeceğiz. Her gün yalnızca 15 dakikada. Selam, به برنامه‌ای در 15 دقیقه زبان ترکی توسط مکاتب معارف افغان ترک خوش آمدید. من صهیب غفاری هستم و در این برنامه زبان ترکی را به شکل بسیار سریع، بسیار آسان و بسیار خوشایند با هم یاد میگیریم. هر روز فقط 15 دقیقه. در برنامه قبلی پسوندهای شخصی را آموختیم. در درس امروز پسوندهای ملکیت را با کلمات اساسی معرفی خویشاوندان و خانواده یاد خواهیم گرفت. بیایید بدون اینکه فرصت را از دست بدهیم، به زودترین فرصت شروع بکنیم. در زبان ترکی اینکه یک شی به کی تعلق دارد با پسوند ملکیت معلوم می شود. عنصر نشان دهنده مالکیت می تواند کلمه و یا پسوند باشد. قسمی که می دانیم در زبان ترکی 6 عدد ضمیر شخصی موجود است. همچنان 6 عدد پسوند ملکیت هم موجود است. اول کوشش میکنیم همان ضمیر شخصی را که یاد گرفته بودیم دوباره با هم تکرار بکنیم. چی بود؟ Ben, sen, o, biz, siz, onlar. و حالا میایم روی پسوندهای ملکی. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. کلماتی که پسوند ملکیت میگیرد نظر به هماهنگی حروف صدادار پسوندهایی را در آخر خودش عکس می نماید که با هم ببینیم. هرگاه کلمه با حروف بی صدا ختم می شود و در آخرین هجایش حروف صدادار که به شکل پایین هست موجود باشد که تابلوی این بخش را در بالا در سکرین به شما نشان می دهیم، به این شکل پسوندهایی را اضافه می کنیم. حالا میریم به بخش مثال ها. خوب است که از مثال کامپیوتر شروع بکنیم. کامپیوتر را در ترکی چی میگیم؟ بیلگیسایار. اگر متوجه شده باشید کلمه بیلگیسایار با حرف بی صدا ختم شده بود و در آخرین هجایش چی بود؟ حرف واولی آ موجود بود. پس ببینیم که پسوندش به چه شکل میه. بنیم بیلگی سیارم، سنین بیلگی سیارن، اونون بیلگی سیاری، بیزیم بیلگی سیارمز، سیزین بیلگی سیارنز، اونلارن بیلگی سیارلاری. حالا مثال های این بخش رو با هم ببینیم. بو بنیم بیلگی سیارم، سنین بیلگی سیارن چوک گوزل، اونون بیلگیسیاری وار مه؟ مثال بعدی را با قلم انجام بدهیم. همونطور که دیدید با حرف بی صدا ختم میشه و در آخرین هجاش حرف صدادار هم چیست؟ که حرف ای است. پس چی میگه؟ بینیم کلمیم، سنین کلمین، اونون کلمی، بیزیم کلمیمیز، سیزین کلمینیز، اونلارن کلملری. حالا مثال هایش را ببینیم. Bizim kalemimiz nerede? Sizin kalemleriniz mavi mi? Onların kalemleri yok. Misal olarak bu kelimeyi maktab veya okul devam edeyim. Okul bu harfi bir sada khatım şed. Ve dar ahirin hecai an harfi sadadar iki bud. U vaki şed. Pes çi miyim? Benim okulum. Senin okulun. Onun okulu. Bizim okulumuz, sizin okulunuz, onların okulları. Hala mesela hara bir benim. Benim okulum uzak değil. Senin okulun büyük mü? Onun okulu nerede? Hamçana der kelimeyi göz inda bir benim. Yani çi? Yani çaşım. Göz bazı ya harfi bir sara hatım şud. Vali der ahirin hecayaş, kemo gözüm hem yak hecaz, çi bud? Harfi ö hast. Bin hala tasrif kınım. Benim gözüm. Senin gözün. Onun gözü. Bizim gözümüz. Sizin gözünüz. Onların gözleri. Bizim gözlerimiz renkli değil. Sizin gözleriniz çok güzel. Onların gözleri ne renk? Kalimatı ki bu hurufi bir sada hatım bir dedim. حالا کلمات رو ببینیم که با حروف صدادار ختم می شود. ببینیم در حالتی که یک کلمه با حروف صدادار ختم می شود پسوندها چطور تغییر می کند. این را مجموعاً ما به شکل یک تابلو
در اسکرین یا صفحه شما میاریم و فعلا بر روی مثال ها شما آن را یاد بگیرید. قسمی که دیدیم تفاوت بسیار بزرگ ندارد. تنها اولین حرف صدادار پسوند را کنار گذاشتیم. به خاطری که آخرین حرف کلمه در اصل حرف چی بود؟ صدادار بود. نکته قابل توجه این که وقت اونون و اونلرن میگوییم حرفی اس را اضافه میکنیم و حرف اس میآید. پس حالا میاییم مثال ها را با پدر دوام میدهیم. پدر را چی میگفتن؟ بابا. آخرین حرفش چی بود؟ حرفی صداداری آ بود. پس چی میگیم؟ بینیم بابام، سنین بابان، اونون باباسه، بیزیم بابامز، سیزین بابانز، اونلارن بابالاری، بینیم بابام اوده دیل، سنین بابان مهندیس مه، اونون باباسه چوک گنج. مثال مادر را ببینیم. یعنی چی؟ یعنی انه. بینیم انم، سنین انن، onun annesi, bizim annemiz, sizin anneniz, onların anneleri. Bizim annemiz öğretmen, sizin anneniz kaç yaşında? Onların anneleri evde. Mesela با رادیو devam edeyim. همون داریم میبینید حرف صداداری او آمده. حالا ببینیم چطور پسوند میگیرد. Benim radyom, senin radyon. Onun radyosu, bizim radyomuz, sizin radyonuz, onların radyoları. Benim radyom eski model. Bu senin radyon mu? Onun radyosu evde mi? Hala bu misali ütü devam edeyim. Benim ütüm, senin ütün, onun ütüsü, bizim ütümüz, sizin ütünüz, onların ütüleri. Bizim ütümüz masada. Sizin ütünüz kaç lira? Onların ütüleri var mı? و این را هم متوجه باشید. در هنگام ساخت جملات مالکیت می توانیم بدون استفاده از این پسوندهایی که شما دیدید با اضافه نمودن پسوندی به کلمه عین معنا و مفهوم را ارائه دهیم. به طور مثال چی میگیم؟ بنیم چنتام و یا چنتام. در اینجا دیگه ضرورت نیست بنیم استفاده بکنیم. تنها چنتام این مفهوم را ارائه میکنند. حالا بیاین در مثال ها ببینیم. اونون چنتسه. بجای این میتوانید بگید چنتسه. بکسه او. همین کافی خواهد بود. به خاطر پرسیدن تعلق یک شی به کسی از سوالی کیمین از کی استفاده میکنیم. بو چنتا کیمین. بو چنتا بنیم. شو البیسه کیمین. شو البیسه سنین. بو اودا کیمین. بو اودا کاردیشیمین. هنگامی که تعلق یک شی را به شخص سومی بپرسیم به جای گفتن اونون با یک اسم مشخص جواب می دهیم. پس چی میگیم؟ بو چانتا احمدین. شو البیسه آیشنین. بو اوکول مروینین. و به همین شکل در کلماتی که پسوند ملکیت را استفاده می کنیم اگر بخواهیم مفهوم حالت مکانی را افاده نماییم بعد از پسوند ملکیت دا و د را علاوه می کنیم. و طور مثال بینیم اویمده ایکی اودا وار. بینیم اولکمده بیوک شهیلر وار. بیزیم تلفونموزدا درسلر وار. سنین بیلگیسیارنده فیلملر وار. به مثال های خود ادامه می دهیم. اونون معاشی ای مه؟ اوید اونون معاشی ای. بگون سنین زمانن وار مه؟ اوید زمانم وار. سیزین اوینیز تمیز مه؟ Evet, bizim evimiz temiz. Onun ismi Zeynep mi? Evet, onun ismi Zeynep. Senin baban polis mi? Evet, benim babam polis. Şunlar senin mi? Hayır, onlar benim değil. Bu kitap Ali'nin mi? Hayır, bu kitap Ali'nin değil. Onların evi uzak mı? Hayır, onların evi uzak değil. Tabi hal, pursuş hayra ba. م می مو و مو سوال کردیم. کمی هم با کلمات پرسشی ادامه بدهیم. سنین چنتان نرده؟ بینیم چنتام مسادا. بیزیم درسیمیز کاشتا؟ بیزیم درسیمیز ساعت 2'de. اونلارن اولری نرده؟ اونلارن اولری کابیلده. اونون کلمی کیمده؟ اونون کلمی بنده. سنین مسلین نه؟
Ben öğrenciyim. Hala bir metnim yiresim, tevaccübü fermayit. Merhaba, benim adım Ahmet. 16 yaşındayım, öğrenciyim, Afganistanlıyım. Selam, nami men Ahmet est. 16 sala estem, şagird estem ve zavanistan estem. O benim babam. Babamın adı Semiyullah. O 55 yaşında. O mimar. Onun işi biraz zor. O peder men hast. Nami peder men Semiyullah ve o 55 sala est. O mimar est. Ve kar ezu bisar sakht est. O benim annem. Onun adı Ayşe. Annem ev hanımı. O mader men est. Nami o Ayşe est. Mader men yek hanımı khan est. Benim iki kardeşim var. Abim Murat 20 yaşında. O üniversitede tıp öğrencisi. Ben duta har brother durum. Yeki brotheri buzurgumaz ki 20 sal darad. O şagirdi tıp der danışgahast. Ablam Zeynep 17 yaşında. O lise öğrencisi. Her buzurgum Zeynep 17 sal ast. Ve o şagirdi lise ast. Burası benim evim. Onlar benim akrabalarım. اینجا خانه من است و آنها خویشاوندان منند. ددم علی بی. او آشچه. بابا کلانم آقای علی. او آشپز است. نینم کبرا خانم. او 75 yaşında. مادر کلانم خانم کبرا. او 75 ساله است. او بینیم امجام رضا بی. امجام شوفر. O İstanbul'da. O kaka yemen Akay Reza'st. Kaka yemen Muhtarvan'st. O der İstanbul'st. O benim halam Zehra Hanım. O lisede öğretmen. O amme yemen Hanım Zehra'st. O ustad'st der maktab davri lise. Dayım Abu Bekir. 32 yaşında. O hastanede doktor. Mama yemen ismiş Abu Bekir'st. 32 ساله است. او دکتر است در شفاخانه. تیزم مریم خانم. او 29 yaşında. خاله من خانم مریم است. او 29 ساله است. بینیم ایلم چوک بیوک. خانواده من بسیار بزرگ است. بله بینندگان عزیز. حالا بیاییم با هم تکرار نماییم. و این بار به شکل چی؟ اونون و شخصی سوم به اصطلاح. با هم ببینیم. احمدین انیسی عایشه خانم. 48 yaşında. Ayşe Hanım ev hanımı. Madari Ahmet hanımı Ayşe است. O 48 ساله است. O hanımı خانه است. Ahmet'in abisi Murat 20 yaşında. O üniversitede tıp öğrencisi. Brother büzürgü Ahmet آقای Murat است. O 20 ساله است ve o muhassil tıp در پوانتونی tıp است. Ahmet'in ablası Zeynep 15 yaşında. Lisede öğrenci. خواهر بزرگ احمد زینب است. او 15 سال دارد و شاگرد اداری لیسه در مکتب است. همچنان احمد اقارب و خویشاوندانی دارد که با هم یک جا بخوانیم و یاد بگیریم. اونون دیدیسی علی بی. 80 نشنده. او اشچه. پدر کلان او آقای علی 80 ساله است و آشپز است. نینیسی کبرا خانم. 75 نشنده. مادر بزرگش خانم کبرا است. و او 75 ساله است. امجسه رضا بی 40 yaşında. او شوفر. او استانبول ده. کاکایش آقای رضا است. او 40 ساله است و در استانبول است. خالاسه زهرا خانم 35 yaşında. عمهش خانم زهرا است و او 35 ساله است. دایسه ابوبکر بی 32 yaşında. O hastanede doktor. Mamayash Akhay Abu Bakr 32 ساله است. او در شفاخانه دکتر است. تیزیسی مریم خانم 29 yaşında. و خالهش خانم مریم هست که 29 ساله است. بله در پروگرام امروز پسوندهای ملکیت و دادن معلومات در رابطه به خانواده را آموختیم. از یاد نبرید وظایف خانگی در ارتباط به این برنامه را از کانال تلگرام بابی ترکیه و ویدیوهای آن را از کانال یوتیوب و صفحات مجازی همین کانال دریافت نمایید. به امید دیدار فردا در برنامه 15 دقیقه زبان ترکی در همین کانال و همین ساعت. خدا نگهدار.